درود بر شما بینندگان بسیار خوب، سنا روحانی هستم. تبریکات صمیمانه من و همکارانم را به مناسبت فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو بپذیرید. بهترین ها را براتون آرزو داریم و امیدواریم که در سال 1392 همچنان با برنامه برای فردا همراه باشید و مانند همیشه با تماس هاتون با ما در ارتباط باشید. این اولین برنامه ماست در سال 1392 و خوشحالیم که در این برنامه از راه اسکایپ با هنرمند و خواننده گرامی خانم شادی ابراهیمی همراه باشیم. خانم ابراهیمی دارای درجه کارشناسی ارشد در خوانندگی هستند و در ایالات متحده به طور فعال به اجرای موسیقی سنتی ایرانی مشغولند و همینطور با عنوان خواننده اپرا به طور حرفه‌ای فعالند. تا چند لحظه دیگه این گفتگو رو آغاز خواهیم کرد، با ما همراه باشید. خانم ابراهیمی، بسیار خوش آمدید به برنامه برای فردا. خیلی ممنون، مرسی. سال نو رو خدمتون تبریک میگم، امیدوارم که سال 1392 سالی باشه سرشار از موفقیت و شادی برای شمای عزیز. مرسی، همچنین برای شما. خیلی ممنون. شادی خانم، ما رو آشنا بکنید با اینکه شادی ابراهیمی کی هست. خواهش میکنم، اختیار دارید. والا یعنی از نظر موسیقی میفرمایید؟ حالا از هر نظری که شما بخواید بینندگان عزیز ما با شما آشنا بشن. شما خودتون متولد در ایران هستید، درسته؟ بله. در چه شهری متولد شدید؟ تهران. خب و حدود 11-12 سال پیش به امریکا مهاجرت کردم و در الان ساکن اینجا هستم و در اینجا زندگی میکنم. خب برامون بگید که شما عید امسال رو چطور جشن گرفتید و تحویل سال کجا بودید؟ والا جشن عید متاسفانه در کشورهای خارجی به هر حال به گرمی ایران نیست هیچ موقع، ولی خب به هر حال همیشه دوستان جمع میشن و جشن میگیرن. من هم با دوستان، با عده از دوستان سال نو رو گذروندم و جشن گرفتم به اصطلاح سال نو رو. خیلی هم عالی. شادی خانم، من میدونم که شما عزیز سال گذشته برای شما سال 1391 سالی بود سرشار از موفقیت ها و فعالیت های بسیار. ما رو آشنا بکنید با این فعالیت ها، به خصوص میدونم که شما پارسال سیدی رو تهیه کردید در ارتباط با اشعار حافظ. ممکنه توضیحاتی بدید در مورد این سی دی و دیگر فعالیت هاتون؟ خواهش میکنم. سال گذشته خب من مسلماً در کنسرت های متعددی، پرفورمنس های متعددی شرکت داشتم، ولی شاید مهمترین کاری که انجام دادم انتشار یک سی دی بود که همین تابستون سال گذشته به بازار عرضه شد، منتشر شد و بعد به بازار عرضه شد. اسم سی دی هست شعر فارسی در موسیقی کلاسیک غربی، یا شاید بگم در آواز کلاسیک غربی. این سی دی شاید برای اولین بار به صورت این مجموعه جمع شده و تولید شده در واقع برای اولین بار، و من افتخارش رو داشتم که در شرکت داشته باشم. راجب این که اصلا این سی دی چی هست و این پروژه که من شروع کردم به همراهی خانم لیندا آزبورن که پیانیستی هست که ما با هم کار میکنیم، این رو بگم که حدود بین سالهای 1800 و 1900 میلادی توجه بسیاری جلب میشه به هنر شرقی و همینطور ادبیات شرقی. خب اون حالت اگزاتیکش خیلی براشون جالب بوده در اروپا، در غرب. مثلا برای اولین بار اشعار حافظ ترجمه میشه توسط یک شاعر انگلیسی یا نویسنده انگلیسی در سال 1771. بعد یک خاورشناس اتریشی اشعار حافظ رو ترجمه میکنه همینطور، این هست در سال 1812.
ولی به خصوص در کشور آلمان توجه به ادبیات فارسی خیلی بسیار بوده و اینها به خصوص توجه میکنن به اشعار حافظ. خیلی این حالت میستیکش و عرفانی اشعار حافظ براشون خیلی جالب بوده. شاید اولین شاعر و نه تنها شاعر، نویسنده و دانشمند آلمانی که توجه بسیاری میکنه به اشعار حافظ گوته بوده که در سال 1819 یک مجموعه رو منتشر میکنه تحت عنوان دیوان شرقی غربی و این تمام یک حالت مکالمه هست با حافظ. بعد از گوته شاعرانی مثل روکرت که ایشون اصلا فارسی، عربی و ترکی یاد میگیره، اینها رو در دانشگاه درس میداده در اون زمان، باز یک مجموعه رو الهام گرفته از اشعار حافظ منتشر میکنه به اسم روز شرقی. شاعران دیگه ای مثل داومر، بتگه همینطور کتاب هایی می نویسن الهام گرفته و همینجور ترجمه از اشعار حافظ که اصلا اسم کتابشون همه حافظ هست. پس بنابراین یک مجموعه وسیعی از در ادبیات به خصوص کشور آلمان موجوده از حافظ، الهام از حافظ. بعد آهنگسازان متعددی میان و این ببخشید شاید خانم من صحبتاتون رو قطع میکنم. پس دو گونه هست، شما فرمودید هم ترجمه اشعار حافظ و هم اشعاری که الهام گرفته هست از اشعار حافظ، درسته؟ درسته، دقیقا. یک کار دیگه ای که جالبه که اینها انجام میدن، میان فرم غزل رو از حافظ میگیرن، شعرهاشون به کار میگیرن. شاعر مشخصه که این کار رو انجام میده روکرت هست که شعر غزل، این فرم غزل رو در کارهاش به کار میگیره. بعد همچی که عرض کردم یک ادبیات، یعنی یک مجموعه موجود هست و بعد آهنگسازان بسیاری میان و اینها رو روشون کار می نویسن. آهنگسازانی مثل شوبرت، شومان، هوگو وولف، ریچارد شتراوس و حتی آهنگسازان دیگری از کشورهای دیگه مثل شیمانوفسکی، اینها میان و کار می نویسن. یک رپرتوار خیلی عظیمی موجود هست از موسیقی و شعر که شعرشون در واقع مرتبط میشن به نوعی به حافظ و یا شاعران دیگه ایرانی. و خب این پروژه‌ای که من شروع کردم که نتیجه، یعنی اولین نتیجهش این سی دی بود که بیرون اومده، در واقع گذاشتن این مجموعه در کنار هم، بخشی از این مجموعه در کنار هم بود روی یک سی دی که چند سالی به هر حال روش کار کردیم و این تابستون سال گذشته سی دی به بازار عرضه شد. برای دوستانی که ممکنه علاقه‌مند باشن، سی دی ما روی amazon.com هست، میتونن سی دی ما رو هم خریداری بکنن. خیلی عالی، خسته نباشید. شما لطف کردید و فیلمی رو به ما دادید که ما میتونیم بخشی از اون رو برای بینندگانمون پخش بکنیم. در حقیقت فکر میکنم آهنگهای این سی دی رو با خانمی که گفتید پیانو میزنن اجرا کرده بودید. اگه موافق باشید یه بخشی رو با هم ببینیم و برمیگردیم و بیشتر در موردش صحبت بکنیم. بینندگان عزیز، این بخش رو با هم ببینیم.
شادی خانم، این بخشی رو که ما برای بینندگان عزیزمون پخش کردیم از کدوم بخش از اشعار حافظ هست که شما به صورت اپرا دارید اجرا میکنید؟ بله بله، این آهنگ یا لید به اصطلاح از کار آهنگساز شومان هست، آهنگساز آلمانی شومان، و شعرش از اشعار گوته هست، از همون دیوان شرقی غربی که من خدمتون عرض کردم. البته این آهنگ به طور خاص در سیدی ما، اولین سیدی که ضبط کردیم به اصطلاح ضبط نشده، در واقع در ادامه پروژمون روی سیدی های بعدی انشاءالله قراره که ضبط بشه، ولی این رو ما به عنوان نمونه در اون برنامه که کارهای سیدی رو اجرا میکردیم هم اجرا کردیم. چه خوب. در کنار اجرای موسیقی کلاسیک و اپرا، شما همچنان برنامه های سنتی رو هم اجرا میکنید. به تازگی در سالی که گذشت در حقیقت شما یه برنامه رو داشتید که اگه اشتباه نکنم موسیقی قاجار رو معرفی میکردید به آمریکایی‌ها و در حقیقت افرادی که در غرب هستن تا بیشتر با این موسیقی آشنا بشن. بله بله درسته، این در همین تابستون گذشته بود، در یک کنفرانسی به اسم کنفرانس قاجار که اصلا تمرکزش روی دوران قاجار بود. هر چیزی که فکر بکنین در زمان قاجار، قاجار به خصوص راجع به موسیقی زمان قاجار، و از گروه ما خواسته شده بود که به اصطلاح موسیقی انتخاب بکنیم از دوران قاجار، از اشعار دوران قاجار استفاده بکنیم، و ما این رو به صورت یک برنامه کامل در این کنفرانس اجرا کردیم. این کنفرانس رو کی برگزار کرده بود؟ این کنفرانس در دانشگاه بوستون، باستون یونیورسیتی در ایالت ماساچوست، که اینها برگزار کنندگانشون تمام از خود دانشگاه بودن و به اصطلاح دانشگاه بوستون این برنامه رو گذاشته بود. و بخش هایی که شما اجرا کردید کدوم در چه ارتباطی بود؟ میتونید توضیحاتی بدید؟ بله، ما یک سری خب مسلماً اشعاری رو انتخاب کردیم به صورت آوازی، که به خصوص در این قسمت ما از اشعار طاهره استفاده کردیم برای قسمت های آوازی، و برای قسمت های تصنیفش از تمام به اصطلاح تصنیف های موجود در دوران قاجار که به خصوص تصنیف های عارف و شیدا هستند استفاده کردیم. قسمت بسیار کوتاهی بود از کنفرانس قاجار، زمان قاجار، که شما فرمودید در دانشگاه باستون بود. این بخش رو که ما گذاشتیم میتونید در موردش توضیحاتی بدید لطفا؟ خواهش میکنم. این قسمتی بود از یکی از تصانیف علی اکبر شیدا که در دوران قاجار بودن. تصنیف اسمش هست دلم دلم، و بخشایش رو دیدیم شما پخش کردید در واقع. البته من این رو بگم که این فیلم برداری به صورت شخصی شده بود، نه پروفشنال، بنابراین و ممنون هستم که شما عزیز این فیلم ها رو در اختیار ما گذاشتید که ما بتونیم بخشهایی رو برای بینندگانمون پخش بکنیم. شما اشاره کردید به اشعار طاهره قرة‌العین، میدونم که شما اجراهای بسیاری رو داشتید در ارتباط با اشعار طاهره. اگر موافق باشید ما بتونیم یه بخشی رو ببینیم از اجرای دیگه‌ای که شما از اشعار طاهره داشتید. بله خواهش میکنم. یار بین تو
خانم شادی ابراهیمی همراه هستیم، خواننده و هنرمند گرامی. شادی جان، این بخش برنامه‌ای بود که شما اجرا کرده بودید و اشعار طاهره قرة‌العین رو می‌خوندید. بله، باز برنامه دیگه‌ای بود در بوستون، یعنی یک کنفرانس دیگه‌ای که باز از ما خواسته شده بود که فقط تمرکز بکنیم روی اشعار طاهره قرة‌العین. تمام برنامه اشعار طاهره بود و این قسمت هم قسمت که شما پخش کردین همین تصنیف معروف چهره به چهره هست، یک کار آقای لطفی هست که روی شعر طاهره در واقع نوشته شده. پروژه های خانم شادی ابراهیمی برای این سال نو چه هست؟ والا در واقع ادامه کارهایی که میکنم، کارهایی که همیشه میکنم، کار روی سی دی، ادامه کار سی دی، چندین رسیتال دارم در سال جدید، باز تو چند تا برنامه برای موسیقی کلاسیک استخدام شدم که در ماهای دسامبر و فوریه سال آینده خواهد بود و به اصطلاح ادامه به یادگیری موسیقی. امیدوارم که موفق باشید. ولی یه سوال کوچولو دارم قبل از اینکه ما برنامه رو به پایان برسونیم. شادی خانم، شما کی متوجه شدید که این علاقه رو به آوازخوانی دارید و یا به موسیقی دارید کلن؟ و چی شد که رفتید به بخش اپرا؟ خواهش میکنم. والا سوال سختی هست. من خب مسلماً از
خیلی وقتی که کوچیک بودم علاقمند بودم به موسیقی و میدونم که از سن 3-4 سالگی اینجور که گفته شده من همینجور دوست داشتم که بخونم و خب وقتی کمی بزرگتر شدم با موسیقی اصیل ایرانی آشنا شدم، خیلی علاقمند شدم و خواستم که برم و یاد بگیرم موسیقی سنتی ایرانی رو و بعد هم با موسیقی کلاسیک آشنا شدم. وقتی موسیقی اوپرا و موسیقی به اصطلاح وسترن کلاسیکال میوزیک رو وقتی شنیدم خیلی علاقمند شدم و خواستم اون را هم یاد بگیرم. نمیتونم بگم دلیلش دقیقا چی بوده ولی در واقع یک علاقه ای که در من به وجود اومد. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید خانم ابراهیمی. متشکرم، خیلی ممنون که به من این فرصت رو دادین که باهاتون همراه باشم. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، امیدوارم که هفته آینده همچنان با شما عزیزان همراه باشیم. خدا نگهدارتون.